عیب رفتار اینه که اثرش دیر ظاهر میشه، ولی حسنش اینه که اثرش قطعیه. این که عمل احیانا مقامش از علم کمتر خیلی جاها تلقی میشه، مال اینه که طول میکشه تا عمل اثر خودشو نشون بده. مثال دقیقش ورزشه. کسی تازه ورزش رو آغاز کرد، هر روز نباید بره سانت بگیره، عضلات خودش رو ببینه چند سانت تغییر کرد. باید فعلا ورزش رو شروع بکن. اگر هممون به عمل اونجوری که باید و شاید بها میدادیم، وقت این باور برامون جا میافتاد. کلن همه چی طول میکشه، کلن همه چیز در این دنیا به تدریج و تأنیه. از رفتار بلا فاصله انتظار اثر نداشته باشید. در روایات هست امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرمایند. می‌فرمایند کان یقول انی احب ان ادوم على العمل اذا عودته نفسی. من دوست دارم یه کاری رو می‌خوام انجام بدم ادامه بدم. و این فاتنی فی اللیل قضیته بالنهار، و این فاتنی بالنهار قضیته باللیل. اگه شب بنابوده انجام بدم ندادم، روز قضاشو به جا میارم. از آقای بهجت پرسیدن چیکار کنیم به نماز شب مداومت پیدا بکنیم، فرمود هر شب نتونستی بخونی روز قضاشو به جا بیار. بعد میفرماید و ان احب الاعمال الی الله ما دیم علیها. محبوب ترین کارها کار مداومه. بعد حضرت میفرماید که اگر خواستید کاری رو انجام بدید، فاذا عودت نفسك عملا فدم عليه سنتا. اگه خواستی نفس تو عادت بدی به یک عمل، یک سال اون رو ادامه بده. بعضیا میگن که شما هیچ ارزش علم نمیخوای بگی. بالاخره علم هم ارزش داره دیگه. شما زدی رفتی همش میگی عمل. میگم خب بابا، ما که ارزش علم رو نکاستیم، در مقابل عمل زورش کمتره، من چیکار کنم؟ علم، آگاهی، شما خودتونم میدونید اثرش قطعی نیست. طرف میدونه عمل نمی کنه، ولی فداتون بشم، عمل اثرش قطعیه. طول میکشه ولی قطعا اثر داره. علم ارزشش چیه؟ علم خیلی ارزش داره. مگه ماشین رو بدون استارت میشه روشن کرد؟ بله؟ خب بدین علم اصلش با معلم که نیست، اصلش از درون آدم باید بیاد. این حجم آگاهی ها که انتقال داده میشه هیچ اثری در پیشرفت علم نداره. علم ارزش داره، در معنویات هم علم ارزش داره. برای چی؟ برای اینکه شما برنامه نداشته باشین. خب برنامه رو باید آموزش ببینی دیگه. آقا شما علمو در خدمت عمل میاری، خب من میخوای چیکار کنم؟ علمو در خدمت امشیر ابوی ببرم؟ خب در خدمت عمل باید ببرم دیگه. حالا علم به عمل نرسه چی؟ دیگه اونجا من باید به جهنم وعده بدم آخه. ان ادنا ما انا صانع به عبد غیر عامل به علمه من 70 عقوبتا باطنیه ان انزع من قلبه حلاوت ذکری. از 70 عقوبت باطنی ظاهریشو هیچی، از 70 عقوبت باطنی به کسی که به علمش عمل نکنه میدم، کمترین عقوبت باطنی اینه که شیرینی ذکر خدا رو از دلش میبرم. بیچاره میکنه آدمو علم بدون عمل. از رفتار بلا فاصله انتظار اثر نداشته باشید. مثال دقیقش ورزشه. کسی تازه ورزش رو آغاز کرد، هر روز نباید بره سانت بگیره، عضلات خودش رو ببینه چند سانت تغییر کرد. باید فعلا ورزش رو شروع بکنه.